ما شما رو به اینجا دعوت کردیم که با ما نهار بخورید و به ما کمک کنید تا با همدلی هم قهرمانی آسیا را به ایران بیاوریم. بحث آقای قطبی تمام شد. در مورد منصوریان یه اشاره کوچیک دیگه هم کرده که باز یک عالم خود بزرگ بینی توشه. من تجربیات زیادی دارم، در انتخاب منصوریان هم با تجربه عمل کردم. زمانی که کره جنوبی برای جام جهانی 2006 آماده میشد، همون بوک پیش کسبتی از تیم ملی کره جنوبی بود که اصلا سابقه مربیگری نداشت، اما او را به تیم کره آوردیم و ثمراتش را هم دیدیم. آقای قطبی شما آوردیش؟ مثل این ورک و هدینگ و اینا چی کاره بودن؟ شما یعنی دخالت داشتی که اینو بیاریم تیم ملی و ثمرات؟ اینقدر برادر چیزهایی که دیگران به دست آوردن رو یا انجام دادن رو حساب خودتون نگذارید. میخوایدم بگذارید در بازی ها بعد از بازی های قطر باز هم شما را خواهیم دید. برویم اگر آماده باشه قسمت بعدی برنامه رو بگیم. بله، ما داشتیم چونه میزدیم سر زمان برنامه که چقدر مونده. ما برخلاف آقای قطبی دلم می‌خواد اونجایی که میشه همه چیزو خدمت شما داشته باشه. اما بخش دومه گزارش در مورد نمایشگاه مربوط به ما هست. خبرنگار صدا و سیما، من خدمت شما میگم هر موقع خواستم صحبت بکنم که کارگردان ما گاهی حواس من رو میکنه. به هر حال دلم میخواد بشنوید که خبرنگار صدا و سیما روی یک کار اقتصادی، یعنی ما گفتیم ما با همه دوستیم، زنگ گزارشگر فوتبال میگم، این بچه ها همه دوستای من، گزارشگر صدا و سیما در یک کار اقتصادی. آره، میبینید چه انشایی میخونه آقا. در کار اقتصادی رقم هست، چیزا رو بیار، این که آقای ما اصلا هم چیکار میکنه به کار اقتصادی زیاد ارتباطی نداره. بعد یه سری ادعا که ما داروی تازه یه سری از داروامون آوردیم، اینم روی ایدزه که در ایران ساخته میشه. آقا میلیون ها آدم توی این آفریقا دارن از این ایدز میمیرن، لطف کنید این داروها رو ببرید که اینا مالجه بشن انشالله. بعد در حالی که مثلا سرکوزی و رؤسای جمهور کشورهای مختلف مهمان این هستن، خبرنگار ما میگه صف کشته بود در حالی که قرفه های دیگه آماده نبود، و ضمناً دوتا کارمند هوگو چاوز ونزوئلایی هم از نمایشگاه ما بازدید کرد. از اون باز مصاحبه‌ای که با او بافنده زحمتکش فرش ایشون انجام میده که من نمیدونم به زبون فارسی و توضیح این که آقا فرش از پشم ساخته میشه این چه خاصیتی داره، قرار بود ما نمیدیم که فرش از پشم ساخته میشه، واقعا نمیدون. اما نکته خیلی عجیب و غریبی که چینی هام اینجا به نظر من یه خورده چیز کردن، با یه ضعافتی حرفشون رو زدن، از که غرفه ما و کره شمالی رو کنار هم گذاشتن، که واقعا نه، از نظر حروف الفبا ما به هم میخوریم که در کنار هم قرار گیریم، نه از نظر منطقمون. شاید تنها دلیلش این باشه که تو غرفه کره شمالی بزرگ نوشته که کره شمالی بهش مردم. شانگهای با حضور 189 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و 57 سازمان بین المللی در چین آغاز به کار کرد. ایران در این نمایشگاه توانمندی های علمی، فرهنگی و صنعتی خود را به نمایش گذاشته است. من 2000 متر مربعی برای نمایاندن تاریخ، تمدن و عظمت ملت ایران فضایان، اما وقتی در میان 200 کشور حاضر در نمایشگاه جهانی 500 هکتاری 2010 شانگهای پا در خانه ایران میگذاری، نمادهای گوناگون رخ می‌نهد. یکی همدلی، دیگری خودباوری را آموزد و در گوشه ای نیز روح انسان دوستی و عاطفه عالم و دانشمند ایرانی برای نجات جان انسان‌های گرفته بیماری‌های صعب‌العلاج، بازدید کننده ملل مختلف.
مختلف را به سوی خود میکشاند. سالن ایران امروز هم پای دیگر کشورها روی بازدیدکنندگان گشوده شد. در حالی که برخی کشورها هنوز در حال ساخت و ساز غرفه‌های خود هستند، در مقابل سالن ایران صف طولانی برای ورود و بازدید تشکیل می‌شود. معاونان وزیران امور خارجه و گردشگری ونزوئلا هم از جمله نخست سالن ایران در نمایشگاه جهانی شانگهای بودند. ماجرای بافت فرش نفیس ایرانی و یک گره تا همدلی. عرض قالی 2 متر هست، طول قالی هم 3، بعد از پشم و ابریشم بافته میشه. بخشی از سالن ایران حاصل تلاش و فکر دانشمندان ایرانی در ساخت داروهای حیاتی و حساس عرضه شد. بخش کوچیکی از اون رو تونستیم عرضه بکنیم، از جمله دارو آیمود هستش که برای بیماری اید واقع استفاده میشه. پارس دو تا داروی که هستش منحصرن تو ایران تو دنیا تولید میشه. اینها علاقه و خاص زناگون سالن ایران دیدن میکردن. وقتی کارانی من اگه نگاه کردم قرفه شما رو متوجه شدم که علاوه تکنولوژی قوی هستیم. Now we're inside one of the most isolated countries in the world. North Korea. This is a replica of one of its most famous monuments. They're showing a lot of North Korean propaganda here and the slogan is paradise for peace. Ironically, North Korea is right next to Iran in what some people are calling the axis of evil square. هفت که وقت نداریم. دو تا فیلم تبلیغاتی بود مال سال پیش، میخواستیم اونو پخش بکنیم ولی هداینده ان خدمتون ارائهش خوب کرد. متابختمون الان تموم بوده. چند در خیلی سریع بم، یکی اینکه این چینیه خیلی زبود تو مصاحبه با خانگار صدا و سیم، شما اینقدر توی تکنولوژی و اینا پیشرفت کردیم، این یکی. و دوم اینکه دومیشون رو هفته دیگه هی میگن باید تمام کنی. برنامه رو تمام میکنم با اشاره به اینکه کار بزرگ جسیکا واتسون به عنوان جوانترین زنی که به تنهایی و بدون کمک دور دنیا رو در 7 ماه در نوردید با یک قایق. امیدوارم که در ما هم به توانایی هاشون بتونن توانایی هاشون رو اینگونه که جسیکا بروز داد بروز بدن.